سلام دوستان، شنیدید که میگویند تا وقت اجل نیاید با هیچ حادثه ای آدم نمیمیرد. افرادی در دنیا هستند که یک در میلیون بختشون بلندی میکنند. آنها در موقعیت های زنده ماندند که کسی حتی فکرش رو کرده نمیتواند. آیا قصه کسی رو که از تصادف قطاره یا که تصادف مرگاوری پنج ماشین و حتی از افتادن سمالیات زنده برآمده است؟ اگر نشنیدید پس تا آخر ویدیو با ما باشید تا با هم دیگر بفهمیم. با کانال ما خوش آمدید. امروز سراغ کسانی می رویم که از موقعیت های خطرناک ترین زنده بیرون آمدند. لایک ماندن و اعضا شدن را فراموش نکنید. شماره 9، سامو یاماگوتی. همه ما از جنگ جهانی و حادثه گیدراخیمیاوی ناکازیکا با خبریم. سامو یاماگوتی در قرن حادثه بود و از دو ترکش اتمی زنده برآمده. شاید فکر کنید که امکان ندارد و انسان نمیتواند در این حادثه زنده بماند، یا اینکه چی گونه در هر دوی ترکش ها همانجا بوده است. سامو 6 آگوست 1945 سال برای یک سفر کاری به هیروشیما رفته بود که یک هواپیمای آمریکایی بمب اتمی را آنجا پرتاب کرد. او میگوید که اول یک نوری کورکننده را دید و سپس بر اثر ترکش به هوا پرید. در این حادثه بدنش آسیب سوختگی زیاد دید. پرده یک گوشش پاره شد و چشمانش کور شد. اما با این شرایط خودش را به خانه اش رساند و در بیمارخانه تحت درمان قرار گرفت. خانه او در ناکازیکا بود و بمب اتمی دوم هم به آنجا پرتافته شد که در آن ترکش 200 هزار نفر قربانی شدند. او از این ترکش هم زنده برآمد. دولت ژاپنیا او را آدمی خوشتاله نامید. تا 93 سالگی زندگی کرد و سپس از سرطان روده هایش درگذشت. شماره 8، پاول تمپلر. این مرد در سن جوانی همچون راهبلد توریستان کار میکرد. وقتی با لودکا در رودخانه زیمبازی در زیمبابوه حرکت میکرد، یک اسب آبی بسیار بزرگ که درازیش 4.5 متر و برش 1.5 متر بود با یک ضربه او را از لودکا به آب میپرتاید. او سراسیمه به سمت لودکا شنا میکند و در این زمان اسب آبی آب را به دهانش کشیده پاول را با سر به درون خود فرو میبرد. اما این مرد خودش را آنقدر میجنباند که اسب دهانش را میکشاید و او میگریزد. دوباره او را از پا به دهانش کشیده کوشش خوردنش را میکند. با گفته پاول او دندانهای اسب را با دستانش میخپد تا به درون شکمش فرو نرود و با مشت به سر اسب میزند تا دوباره رها شود. اسب هم او را رها میکند و او میگریزد. دوستانش او را به لودکا میدرانند و آنها را در میان رودخانه بودند و برای بیمارخانه بردنش 8 ساعت وقت میگذرد. در این 8 ساعت دردی فراوان کشیده است و از شدت درد به خودکشی هم حتی فکر کرده است. دستی او میده میده شده بود و روی سینه اش زخم عمیقی داشت که از آن زخم شوش‌هایش هم معلوم. با گفته دکترها او بیش از 40 زخم و سوراخ روی بدنش داشت، اما با همه این به طور معجزه زنده ماند. درباره تجربه خود کتاب نوشت. شماره 7، ماتس دوتر. این مرد روز در خانهش مشغول تماشای تلویزیون بود که یک گردباد بزرگ و وحشتناک با سرعت 240 کیلومتر در ساعت نزدیک شده خانهش را ویران میکند و او را با خودش میبرد. او به ارتفاع 40 متر به واسطه گردباد به بالا برآمده سپس بیهوش میشود. سپس گردباد او را به فاصله 400 متر دورتر به زمین میاندازد. رکورد گینس عاید پریدن آدمان 300 متر بود و مات سوتر این رکورد را میشکند. شماره 6، آناتولی پتروویچ باگارسکی. او یک دانشمند روس بود و در حال اختراع ماشین سرعت دهنده ای که در فیزیک از آن استفاده می شود بود. وقتی در داخل دستگاه کار میکرد، دستگاه ناگهان به کار در آمده تمام قوه ها و نورها به بدنش ضرر می رسانند. او گفت وقتی دستگاه به کار در آمد، نور 100 برابر روشنتر از نور آفتاب را دید، اما هیچ دردی را احساس نکرد. اما چند روز پس رویش ورم کرده پوست رویش می‌ریزد. معلوم می‌شود که نورهای پروتون رویش را سوزاندند. با وجود آنکه نورهای مرگبار با او برخورده بود، اما او زنده ماند و جایزه اختراعش را هم گرفت. اگر به رسم امروزه‌اش نگاه کنیم، می‌بینیم که یک طرفی رویش جوان و طرفی دیگر پیر شده است و این تأثیر همان نورهاست. شماره 5، روی سالیوان. در طول عمر انسان از 10,000 آدم یک نفرش مورد رعد و برق قرار میگیرد. اما سالیوان در طول زندگیش 7 بار زیر شعاع رعد و برق قرار گرفته است. بله،
7 بار زیر شعاعی رعد و برق ماند ولی زنده مانده است. اما به خاطر شکست عشقیش خودکشی کرد. واقعا دنیای عجیب است. شماره 4. اریک نیروس. یک روز اریک نیروس استرالیایی با همراهی پسر و دوستانش در دریا در حال شنا کردن و کافتن صدف‌های دریایی بودند. او در قعر دریا و در جاهای تاریکی که آنجا نور کم بود در حال شنا کردن بود که یک غار بزرگ را دید و فهمید که این غار بزرگ دهان یک اکولای کلان سفید است و سر و کتف او علاقه در دهان اکولا است. اکولا در این هنگام دهانش را می پوشد و با دندانهایش پایهای اریک را می گزد. این زمان اریک با کاردی که در دستش بود به سقف دهان اکولا حمله کرده او را زخمی می کند و اکولا مجبور می شود که دهانش را کشاید. سپس پسرش اریک را به بیرون آب برآورده با واسطه ورتلیات او را به بیمارستان می برند. با وجود آن که خون زیادی را از دست داده بود ولی به طور معجزه آسای زنده می ماند. شماره 3. مارا پراسپوری. ماراتونی دسیمپلیس یا MDS بزرگترین ماراتون دنیاست که در آن ورزشکاران 251 کیلومتر را در 6 روز باید بدوند. این ماراتون هر سال در صحرای شمال مراکش برگزار می‌گردد و سال 1994 مارا پراسپوری یکی از شرکت کنندگان آن بود. او مسابقه را شروع می کند و وقتی به بین راه می رسد یک طوفان قم به هوا برخاسته باعث می شود که او راه خود را گم کند و چند کیلومتر از مسیر مسابقه دور شده به خاک الجزایر وارد شود. بعد 36 ساعت آب و خوراکش تمام می شود و هرچی از پیشش براید می خورده است. او حتی مارها و جانوران را که به دستش می افتادن می خورده است. حتی پیشاب خودش را می نوشیده است و بالاخره به نقطه رسیده که تماماً تسلیم می شود و رگ دستش رو می برد. اما با سبب بی‌آبی بدنش خونش غلط شده زخمش زود محکم می شود و با او آسیبی نمی رسد. او این رو نشانه برای نمردن پنداشته دوباره قوت گرفته برای خود ادامه می دهد. بالاخره در روز هشتم چوپانی رو می بیند و آن چوپان یاری دعوت کرده او رو نجات می دهد. شماره 2. داستان باورنکردنی وینسس لاموگه. او یکی از طرفداران پانچو ویکو جنرال انقلابی مکزیکی بود. توسط آزادی خواهان شکست می‌خورد و طرفدارانش با مجازات بدی روبرو می‌گردند. یکی از آن طرفداران وینسس لاموگه بود که سال 1970 به هشت دادگاه به حکم اعدام با تیر اسلحه محکوم می‌شود. حکم اعدام اجرا می‌شود و یک گروه سربازان به طرف او تیر می‌زنند و حدود 10 تیر به بدنش می رسد. او به طور معجزه و سایه زنده می ماند اما خودش را به مرده می اندازد. وقتی سربازان می روند او برخواسته می گریزد و به نزد دوستانش می رود. سپس تحت درمان قرار می گیرد و زنده می ماند. تا سال 1975 زندگی می کند. بعد با مرگ طبیعی از دنیا می رود. شماره 1. فرانک سلک. او خوششانس‌ترین مرد روی زمین است. او با بخت بلندش تمام مردم جهان را متعجب کرده است. شاید باور نکنید اما او از یک تصادف قطاره، افتادن هواپیما، 3 تصادف ماشین ها و 2 تصادف اتوبوس زنده مانده است. آره داستان او واقعی است و خوشبختی او به همین تمام نمی شود. پس از آنکه 7 بار از مرگ گریخت، یک بلیط لاتاری را خرید و 1 میلیون دلار را برد کرد. جالب است که او تمام پول را به دوستان و خانواده اش داد و گفت که تنها چیزی که می خواهد این است که خودش با همسرش خوشبخت باشند. اما در این مورد بخت او را یاری نکرد و او 6 بار ازدواج ناموفق داشت. حالا می رویم سراغ موردهایی که بخت با آدمان یار بود اما ما اطلاعی پوره نسبت آن نداریم. اولینش این رسم است که نشان می دهد هنگام کار باید از وسیله های محافظت کننده استفاده کنیم، چون که اگر عینک این مرد نمی بود حتما چشم خود را از دست می داد. در این مورد نیست شاید این آهن ها از پشت یکان ماشین دیگر افتادند و اگر کمی آن طرف در می در آمدن حتما راننده را می کشتند. در این رسم نیز معلوم است که اگر ماشین دیرتر ترمز میکرد حتما به همراهی رانندهش میپرید. به نظر شما کدام این افراد خوشبخت ترین بودند؟ نظرات خود را نویسید. خدا نگه دارد.